سلام به ششمین برنامه از ویژه برنامه‌های صفحه دو برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوش اومدید. برنامه‌ای که در اون تازه‌ترین تحولات در انتخابات که نتیجه‌اش در سراسر جهان حس خواهد شد رو مرور خواهیم کرد. در برنامه امروز امیر پیام با ماست، همکارم در واشنگتن و همراه سام فرزانه و خشایر جنیدی. به نظر میاد بعد از وقفه کوتاه که به خاطر ابتلای دونالد ترامپ و خانوادش به کرونا ایجاد شده بود، حالا مبارزات انتخاباتی به شکلی جدی دوباره آغاز شده و دیشب دو مصاحبه با حضور مخاطبان رو شاهد بودیم که سام فرزانه این دو رو به دقت دنبال کرده، الان با ماست. قرار بود مناظره باشه، مناظره جاش رو به این مصاحبه ها داد. چطور بودند؟ همینطوره، به دلیل اینکه آقای ترامپ قبول نکرد که مناظره به صورت اینترنتی یا مجازی باید بگم اتفاق بیفته، برای همین آقای بایدن خیلی زود تونست با شبکه ABC به نتیجه برسن که خب یک برنامه‌ای بذارن که رای دهندگان سوال خودشون رو از آقای بایدن بپرسن. به فاصله چند روز بعد از اون آقای ترامپ هم موفق شد که با یک شبکه دیگه آمریکایی به نام NBC که شبکه رقیب به حساب میاد با اونها قرار بگذاره که در همون ساعت و همون روز یک برنامه مشابه اونها با آقای ترامپ داشته باشن. بنابراین پنجشنبه شب ساعت 8 شب به وقت شرق آمریکا هر دو نامزد در دو شبکه مختلف حضور داشتن و من برای اینکه بتونم هر دو رو تماشا بکنم دوتا رو گذاشته بودم که ضبط بشن، یکی رو نگاه میکردم، این به آگهی میرسید میرفتم سراغ اون یکی. خیلی ها میگفتن که اصلا دلیل اینکه شبکه NBC قبول کرد که آقای ترامپ بیاد و اونجا برنامه اجرا بکنه این بودش که میخواست که در واقع شبکه NBC از این موقعیت خوب برای جذب آگهی استفاده بکنه. دست کم من که آگهیاشون رو تماشا نکردم. اما اگه درباره محتوا بخوایم بدونیم که چه اتفاقی افتاد، میشه گفت که هر کدوم این دو نامزد توی دنیای خودشون و درباره مسائلی که خودشون فکر میکردن مهمه صحبت میکردن. مشخصا آقای بایدن سعی میکرد همه جوابها رو برگردونه به ماجرای کرونا و آقای ترامپ سعی میکرد هر چیزی رو در موردش صحبت بکنه بجز ماجرای کرونا. و جالبه. آقای ترامپ همون خودش هم بود، یعنی کسی که قبل از بیماری دیده بودیم همونقدر با انرژی و تند صحبت بکنه و حرف مجری رو قطع بکنه و از گفتن هر گونه حرفی به مجری رسانه ها حتی اون رسانه که اونو توش بودن ابایی نداشته باشه و حمله بکنه، یک حمله کننده بود. و مثل این بود وقتی که بین این دوتا شبکه میرفتیم و میومدیم، مثل این بود که یه طرف داشت فیلم مثلا بتمن سوپرمن نشون میداد، اون طرف مثلا داشت در مورد رویش گیاهان در صحراها صحبت میکرد که خیلی آرام همه چیز داشت پیش میرفت. جالبه اینو میگی سام که آقای ترامپ بلا فاصله بعد از اینکه آقای بایدن یک مصاحبه برای خودش در نظر گرفت، او هم به سراغ رسانه های معمول رفت، چون آقای ترامپ بارها گفته که اعتقادی به رسانه ها نداره، همشون رو بهشون میگه خبرهای دروغ پخش میکنن. یه تیکه از صحبتاشو بشنویم که جالب هست، این دقیقا همون تقابل رو نشون میده. این هفته شما یک تئوری توطئه رو به 87 میلیون دنبال کننده خود ریتوییت کردید که جو بایدن گروهی از کماندوها رو برای لاپوشانی قتل بن لادن قلابی فرستاده. چرا اینو ریتوییت کردید؟ این ریتوییت بود، نظر یک کسی بود که من گذاشتم مردم ببینن و تصمیم بگیرن. متوجه نمیشم، شما رئیس جمهورید نه عموی خلوت یکی که همینطوری ریتوییت میکنه. گفتم که ریتوییت بود و من ریتوییت زیاد میکنم. راستش برای اینکه رسانه ها قلابی و فاسد هستن این کار رو میکنم. اگه شبکه های اجتماعی نداشتم نمیتونستم این چیزا رو بگم. و این چیزا نادرسته. داستان واقعی این انتخابات هست، مسئله‌ای که بسیاری بهش حساسیت نشون دادن. امیر، این ماجرا، این که آقای ترامپ از روز اول گفته بود که من رسانه خودم رو دارم، در توییتر با مردم مستقیم ارتباط خواهم داشت، از روز اولی که خودش رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری 4 سال قبل مطرح کرد تا الان ادامه داشته، ولی این جور تقابل که الان بیاد در یک رسانه‌ای که خودش به هر حال معلوم هست که علاقمند بوده بره اونجا صحبت بکنه، این جوری صحبت بکنه و حرف بزنه، هم باز خودش نشون دهنده مسائل عمده‌ای هست.
فرناز، تقریبا بعضی از منتقدان میگن که، یا کسایی که نگاه کردن دو تا مصاحبه دیروز، میگن شاید بعد از اینکه مجری شبکه ام بی سی خیلی خیلی سخت آقای ترامپ رو تو خیلی از سوالات سرکرد گیر بیاندازه، ستاد انتخاب توی دو دعا میکرد که کاش که همون مناظره رو انتخاب میکردیم و نمیومدیم اینجا که به قول معروف گیر این مجری بیفتیم. البته این مجری قرار بود همون مجری مناظره هم باشه. و از اون طرف شبکه ای بی سی هم مجریش سعی کرد حداقل در چند مورد آقای بایدن رو به کورنر ببره و ازش در مخصوصا در رابطه با مسئله اینکه آیا اگر قاضی منتخب آقای ترامپ برای دیوان عالی انتخاب بشه، آیا او به دنبال اینکه تعداد این قاضی ها رو بالا ببره هست یا نه بیاندازه. ولی در نهایت این دو به قول تو تونستن که اون افتراقی که در جامعه آمریکا به وجود اومده، یعنی دقیقاً یک سمبولی بود از این دو تیکه کردن صفحه تلویزیون که سام هم بهش اشاره کرد، اینکه دو تیکه شده جامعه آمریکا و هر کی فقط به اون بلندگوی خودش دوست داره گوش بده و اصلا گوش دوست نداره به اون که گوش بده. با این آمارهایی هم که الان نظرسنجی‌ها نشون میدن بیشتر از 96% مردم آمریکا دیگه ذهنشون رو رأیشون انتخاب کردن و دیگه قرار نیستش که رأیشون رو عوض بکنن، همه اینا با همدیگه به صورت سمبولیک دیروز روی این دو تا صفحه تلویزیون مشخص بود. خیلی تعبیر جالبی کردی که همه فقط میخوان حرف خودشون رو بشنن، به خصوص که الان بازار شایعات، بازار حرفایی که هر دو کمپین علیه همدیگه دارن هم کم نیست. همین قضیه نیویورک پست که در مورد هانتر بایدن باز نوشته بود هم خشایار کلی سر و صدا کرد، به خصوص که توییتر تصمیم گرفت که اصلا این پست رو حذف بکنه و بعد البته اسخای که. اما خیلی جالب هست، باز هم ما یک بار دیگه تقابل رسانه‌های سنتی و رسانه‌های مدرن‌تر رو می‌بینیم. همینطور هست، مخصوصا با این کاری که توییتر کرد باعث شد که اصلا این برد این گزارش نیویورک پست بیشتر بشه. اگه هدفشون این بود که به نحوی، حالا اونطوری که طرفداران آقای ترامپ میگن، این گزارش سانسور بشه، بهتر باعث شد که بیشتر دیده بشه. اما نیویورک پست چه نشریه هست و چه گفت؟ نیویورک پست یک نشریه بسیار قدیمی هست در آمریکا. در 1801 به وسیله الکساندر همیلتون، یکی از بنیانگذاران ایالات متحده، تأسیس شده و از اون زمان فعالیت داره. این نشریه در حال حاضر در مالکیت نیوز کورپ هست، شرکتی که فاکس نیوز هم متعلق به اون هست. یک گزارشی رو منتشر کرده بود. پس میشه گفت از طرفداران آقای ترامپ هست. میشه اینطور نگاه کرد. بله. گزارش که منتشر کرد در مورد هانتر بایدن هست، پسر جو بایدن، و کارهایی که اون میکرده با استفاده از یک سری از ایمیل ها و یک سری از عکس هایی که از او به دست آوردن زمانی که کامپیوترش رو برای تعمیر برده بوده تعمیرگاه، و این ایمیل ها و عکس ها اون موقع استخراج شده. گزارش رو داشت که نشون میداد که یکی از مدیران شرکت بوریسیما، که یک شرکت انرژی و گاز هست در اوکراین، ایمیلی زده به هانتر بایدن و از او تشکر کرده برای اینکه او رو دعوت کرده به واشنگتن و با پدرش دیدار کنه، زمانی که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود. میدونیم که هانتر بایدن از سال 2014 تا 2019 عضو هیئت مدیره این شرکت بوده. موضوع تازه‌ای هم نیست. اصلا اون بحثی که کشید به استیضاح آقای ترامپ بر سر اینکه مشروط کرده بود کمک مالی به ادامه کمک مالی نظامی به اوکراین رو، به اینکه دادستانی اوکراین در مورد این موضوع تحقیق بکنه، موضوع جدیدی نیست. از قبل صحبت شده. حتی آقای بایدن، آقای ترامپ در مناظره اولش با آقای بایدن هم به این موضوع اشاره کرد، همینطوری که اونجا هم اومد گفتش که پسر آقای بایدن 3.5 میلیون دلار از همسر شهردار مسکو حتی دریافت کرده، که آقای بایدن البته رد کرد. جو بایدن همیشه میگه که در جریان فعالیت‌های تجاری و اقتصادی پسرش نیست، و اگه پسرش عضو هیئت مدیره یک شرکت گاز در اوکراین بوده، هیچ ارتباطی بر این نداشته که با این موضوع نداشته که اون شرکت اوکراینی احیانا بخواد که از این طریق دولت آمریکا کمکی بهشون بکنه، یا یک جایی بهشون براشون پارتی بازی بشه، یا یک آوانسی بهشون داده بشه. آقای بایدن اینو همیشه رد کرده. آقای ترامپ البته میگه اینطور نیست و سوء استفاده از موقعیت بوده. به عبارتی میگن که هانتر بایدن به نوعی آقازادگی کرده. اما گزارش که نیویورک پست چاپ کرد، بلافاصله افرادی که خواستن لینک این گزارش نیویورک پست از سایت این در توییتر منتشر کنند، در ابتدا با یک پیام مواجه شدن که میگفت که این پیام، این لینک شما را به یک سایت خطرناک میبره و مانع از انتشار این، یعنی سایت نیویورک پست سایت خطرناکه. پیامی که اول اومد به این معنی بود، اما بعدن اینو اصلاح کردن و گفتن که انتشار این برخلاف سیاست های توییتر هست، چرا که
مبنای این گزارش بر اساس ایمیل ها و عکس هایی هست که در اثر هک کردن و غیرقانونی به دست اومدن. خود جک دورسی مدیر عامل توییتر هم توضیح داد که مدیریت این قضیه به نظر او از سوی توییتر اشتباه بوده و ولی مانع از ادامه جلوی چاپ شدن این رو باز گرفتن. فیسبوک هم اقدام مشابهی کرد. این رو من بگم، فیسبوک و توییتر قبلا همین کارو کردن. در مورد انتخابات 2006 همیشه از شبکه‌های اجتماعی انتقاد شده که اینها یک جاهایی مانع از انتشار فیک نیوز و اطلاعات غلط و نادرست نشدن و باعث گمراه شدن ذهن رای دهندگان شدن. و اینها در جایی مثلا بارها اعلام کرده توییتر که مثلا چند هزار اکانت که متعلق به ایران بوده یا عربستان بوده یا روسیه بوده یا چین بوده اینها رو بستن، چون اینها اطلاعات نادرست رو به عنوان کاربرای معمولی در توییتر کردن. ولی این موضوع باعث شد که انتقادها زیاد بشه از توییتر و فیسبوک و بگن اینها دارن آقای ترامپ رو سانسور میکنن. آقای ترامپ بارها گفته که رسانه‌های جمعی عمده دارن اون رو سانسور میکنن. حالا طرفداران اون دارن میگن که شبکه‌های اجتماعی هم شمشیر رو از رو بستن علیه آقای ترامپ. این به نظر من واقعا بحث جالبی است. میخواستی چیزی بگی امیر؟ بگو، اضافه کن. می‌خواستم بگم امروز تو واکنش‌هایی که به این اومده، مثلا واشنگتن پست امروز میگه که یک سال پیش 5 تا مقام امنیتی و اطلاعاتی بهش گفتن که یک سال پیش نهادهای مثل CIA و بقیه نهادهای امنیتی به کاخ سفید اطلاع داده بودن که حواسش باشه رودی جولیانی وکیل شخصی آقای ترامپ رو سیستم‌های اطلاعاتی روسیه ممکنه ازش استفاده کنن برای اینکه یک سری اطلاعات غلط دوباره توی انتخابات 2020 بخوان انجام بدن. می‌دونیم این گزارش هم که نیویورک پست زده به نوعی رودی جولیانی پشتش هست، به اطلاعاتی که اون از سفرهاش به اوکراین به دست آورده بود. و همچنین مثلا واشنگتن پست که خودش هم باز اون لینک نیویورک پست رو منتشر نکرده، میگه چون ما نمیتونیم محتوای اون رو خودمون مستقلاً تایید بکنیم از انتشارش معذوریم. ولی میگه حتی در مورد اینکه اون لپتاپی که میگن توی تعمیرگاه هک شده و به دست اومده، اینکه بعداً اصلا کسی نیومده اون رو بگیره یعنی در مورد اون هم یک نوعی انقلاب هستش. اینها همه دست به دست هم داده. توییتر و رسانه‌های سمت چپ میگن که این اصلا چون معتبر نیست اطلاعاتش و باید دید که آیا این یکی از اون تلاش‌ها مثل ایمیل‌های هیلاری کلینتون یا کارهایی هستش که قبلا ویکی‌لیکس کرده بود تو 2016 هست، باید باش برخورد کنیم تا وقتی تایید نشده. و در برابر راستی‌ها میگن نه، این یک نوع سانسوره و شما دارین به نفع بایدن وارد عمل میشین. برای ماها حالا ما خیلی این قضیه رو برامون جالبه چون قضیه رسانه است و تا به حال همواره در این سالهای اخیر بحث این بود که رسانه‌های جریان اصلی یه طرفن، رسانه‌های مجازی یه طرف دیگه. الان به نظر میاد که اینا هر دو در واقع طرفدار آقای ترامپ هر دو اینها رو مقصر می‌بینن. بگو سام. من فقط می‌خواستم بگم که توی در واقع کارزار آقای بایدن یکی از نکاتی که دارن بهش اشاره می‌کنن اینه که اون قرار ملاقاتی که ازش اسم برده شده توی گزارش نیویورک پست، میگن که اصلاً در دفترهایی که مونده از زمانی که آقای بایدن در کاخ سفید بوده یک چنین ملاقاتی اصلاً ثبت نشده و میگن که چنین ملاقاتی صورت نگرفته. و نکته دیگه‌ای که جالبه شاید برای بیننده‌ها و شنونده‌ها که بدونن در مورد نیویورک پست اینه که مثلا امروز در ادامه این گزارش‌ها گزارش دیگری رو منتشر کرده و نکته اصلی توی این گزارش اینه که مثلا دختر آقای هانتر بایدن پول به اندازه کافی برای تاکسی نداشته. توی این لپتاپ مثلا یه پیامکی پیدا شده که به باباش داده، گفته مثلا $160 پول بده من برای تاکسی لازم دارم. در این حد هم از کجا به کجا میرفته که $160 لازم داشته؟ بگذاریم، این قضیه جالب هست ولی فکر میکنم که هوا مسئله دیگه هم هست پیش بپرزیم، به خصوص که قضیه دیوان عالی هم بالا گرفته و به نظر میاد که آقای بایدن خشایار اساسا نمیخواد راجع به این موضوع گیر بیفته و اظهار نظری بکنه که آیا قصد داره که تعداد اعضای دیوان عالی رو بالاتر ببره بعد از این دوره اگر رئیس جمهور بشه یا نه. موضوع اینجاست که دیوان عالی آمریکا، عالی ترین مرجع قضایی این کشور، 9 قاضی داره که اینها اجماع آرای اینها هست که نظرات دیوان عالی رو مطرح میکنه در مورد مهمترین مسائل. در دوران آقای ترامپ در این 4 سال برای بار سوم شاهد این هستیم که خانم ایمی کونی برت به عنوان سومین قاضی پیشنهادی آقای ترامپ به دیوان عالی داره به سنا معرفی میشه. دو نفر قبلی رأی آوردن
این هم رأی لازم رو جمهوری خواهان در سنا دارن و برخلاف انتقادهایی که دموکرات ها دارن میکنن که در دقیقه 90 رئیس جمهور نباید این کار رو انجام بده، منصوب خواهد شد به دیوان عالی به احتمال بسیار زیاد و اینگونه است که ترکیب دیوان عالی آمریکا شش رأی به نفع محافظه‌کاران هست، سه رأی به نفع لیبرال ها و دموکرات ها. نگرانی دموکرات ها اینجا این هست که دیوان عالی میاد چیکار میکنه؟ اول از همه قانون بیمه های درمانی آقای اوباما موسوم به اوباماکر رو که جمهوری‌خواها بسیار در پی زمین زدنش بودن، این رو میاد تغییر میده، میان در مورد سخت جنین، آزادی سخت جنین. متوجهم، خیلی نگرانی برای جزئیات این قانون ها که میگن در نسل ها تاثیر میذاره، ولی بحث عمده این هستش که اساساً رأی کافی رو دارند اینها در آینده برای اینکه این تغییرات رو ایجاد بکنن؟ این همش برمیگرده به اینکه در این انتخابات نتیجه در واقع انتخابات کنگره چه خواهد شد، اینطور نیست؟ خب این همین هست، صحبت اینجاست که آیا آقای بایدن اگر رئیس جمهور بشه، چون همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان به اضافه یک سوم کرسی‌های مجلس سنا و بعضی از فرمانداری‌ها به رأی گذاشته میشه، اگر دموکرات‌ها بتونن در انتخابات کنگره مجلس سنا رو به دست بگیرن، یعنی الان اقلیت هم به اکثریت برسن و آقای بایدن هم رئیس جمهور بشه، اون وقت این امکان رو دارن که تغییری در قانون بدن، کرسی‌های مجلس نمایندگان رو اضافه کنن، به خاطر اینکه عذر می‌خوام کرسی‌های دیوان عالی رو اضافه کنن. قاضی‌های دیوان عالی مادام العمر منصوب میشن، بنابراین تا زمانی که زنده هستن یا که بازنشست کنن خودشون رو در اونجا هستن. راهی که دموکرات‌ها دارن برای که مقابله کنن با این قضیه این هست که کرسی‌های دیوان عالی رو اضافه کنن. آقای بایدن حتی دیشب تفره رفت از پاسخ دادن به این قضیه که این کار رو خواهد کرد یا نکرد، موکولش کرد به اینکه جمهوری خواهد چه کاری انجام میدن. متوجه. به خاطر اینکه اگر آقای بایدن این قضیه رو تایید کنه که میخوام این کار رو انجام بدم، اون وقت یک گروهی از جمهوری خواهان و محافظه‌کاران هستن که میخوان با آقای ترامپ رأی ندن، با آقای بایدن میخوان رأی بدن، رأی اونا رو از دست میده. برای که رأی اونها رو از دست نده، هم خودش هم خانم هریس تا به حال با سیاسی کاری جواب مثبت و مشخصی به این قضیه ندادن. بله. و این یکی از مسائلی بود که دیشب خیلی واضح و عیان بود. این قضیه که میگی خانم هریس در صحبتایی که با خانم امی کنی باید هم داشت، به نظر میومد که داشت سعی میکرد که او رو در مورد مسائل مختلفی به چالش بکشه. بخشی از صحبتای این دو رو با هم بشنویم بعد ادامه میدیم بحث رو. آیا با بیانات قاضی ارشد دیوان عالی که گفته بیشک همچنان در امریکا تبعیض علیه رای دهندگان وجود داره موافق هستید؟ سناتور هریس، من درباره اظهارات قاضی های دیگه حرف نمیزنم، چه موافق و چه مخالف نظرشون. یعنی شما نمیگید که نظرتون درباره یک واقعیت شناخته شده چیه؟ سناتور، من متوجه نمیشم که هدف شما از این سوالا چیه که میخواید من یه واقعیت رو تایید کنم یا بگم روش خاصی برای ایجاد تبعیض علیه رای دهندگان هست. من اما میگم که تبعیض نژادی در آمریکا هنوز وجود داره و نمونه هایی از اون رو در تابستان دیدیم. خب نظر میاد این بحث تبعیض نژادی هم از اون بحثایی هست که در تابستان همونطور که اشاره شد به هر حال خیلی بالا گرفت. الان وضعیتش در کمپین ها چطور هست امیر؟ آیا جزء مسائل اصلی هست یا نه؟ به شدت تقریبا میشه گفت این میزانی که الان رسانه ها دو روز شروع کردن و میگن تا امروز صبح حدود 20 میلیون نفر رأیشون رو ریختن به صندوق ها و دارن در رابطه اینکه میزان مشارکت چقدر ممکنه شگفت انگیز باشه حرف میزنن، بخش خیلی خیلی زیادیش مربوط به جامعه آفریقایی تبار هاست. در جورجیا که مثلا میدونیم که جامعه یک ایالت جمهوری خواه هستش، افراد از روز دوشنبه تونستن زودتر به پای صندوق ها برن، گفته میشه 3 نفر از اون 4 نفر که پای صندوق ها میرن اینها آفریقایی تبار هستند و تا حدود خیلی زیادی 2-1 هم حتی گفته میشه که دموکرات هستند. در ایالات دیگه مثل کانزاس، کنتاکی، فلوریدا، جاهای مختلف هم گفته میشه که در از آفریقایی تبارها اولین نفرها توی صف هستند. مصاحبه کرده بود باهاشون یک شبکه تلویزیونی، یکیشون میگفت از قبل از طلوع آفتاب اومده اونجا و بعد از 11 ساعت نوبتش رسیده توی جورجیا که بره رأی بده و بعد اشک میریخت از اینکه میگه من تا حالا هم رأی نداده بودم و برام اینقدر مهمه. این نه تنها این طرف قضیه مهمه، اون طرف هم به قول تو الان صحبت سر اینه که با توجه به اینکه 10
امتیاز عقب آقای ترامپ از آقای بایدن، تنها شانسی که آقای ترامپ داره تو این مدت کوتاه بتونه خودشو برسونه و این گپ رو پر بکنه اینه که بره به سمت مردان سفیدپوست میانسال، دوباره یک مسئله نژادی، و توی ایالت های مثل ویسکانسن یا میشیگان که 1 میلیون مرد میانسال سفیدپوست که هنوز تصمیم نگرفته به کی رأی بده وجود داره، میگن آقای ترامپ اگه میخواد که برنده بشه باید بره اونها رو جذب بکنه تا بتونه فاصله خودشو پر کنه. بنابراین هم از اون طرف طرفدارهای آفریقایی تبار آقای بایدن و هم از این طرف سفیدپوست هایی که آقای ترامپ سعی میکنه به سمتشون بره و اونها رو جذب کنه، به یک نوعی نژاد، بحث نژادی رو دوباره به نقطه اصلی این کمپین ها و کارزارها مونده. دیشب هم توی بحثایی که با آقای بایدن میشد به این موضوع اشاره شد. این تیکه از صحبت های آقای بایدن رو بشنویم. Good evening, former Vice President Biden. عصر بخیر آقای بایدن. بسیاری معتقدند که رأی دهندگان اصلی در این انتخابات سیاه‌پوستانی هستند که زیر 30 سال سن دارند. نه برای اینکه به ترامپ رأی میدن، برای اینکه اصلا رأی نمیدن. خود من هم همین مشکل رو دارم. سوال من اینه که بجز اون حرفا درباره اینکه چه کسی سیاه‌پوسته، شما به رأی دهندگان جوان سیاه‌پوست چه چیزی دارید که بگید؟ کسانی که فکر میکنن رأی دادن به شما همکاری با سیستمیه که از ما حمایت نمیکنه. Well, I say first of all as my buddy John Lewis said. اول از همه جمله دوستم جان لوئیس رو تکرار می‌کنم که رأی دادن فرصت مقدسی برای ایجاد تغییره. اگر مردان و زنان سیاه‌پوست رأی بدن میتونن نتیجه این انتخابات رو تغییر بدن. این شوخی نیست. سوال بعدی اینه که آیا من لیاقت رأی شما رو دارم یا نه؟ من دو تا چیز همیشه برام خیلی مهمه. یکی تغییر سیستم قضایی که عادلانه تر باشه و دیگری ایجاد امکان برای تولید ثروت توسط سیاه‌پوستان. سام، دقیقا همین قضیه، این که واقعا چرا سیاه‌پوستا باید به آقای بایدن رای بدن. او تمام تلاشش رو در این کمپین گذاشته، خانم هریس رو انتخاب کرده به عنوان یک کسی که به هر حال رگ سیاه‌پوست داره و میخواد به نوعی به اینها بگه که به من رای بدید، من هوای شما رو دارم. اما چقدر تونسته اونها رو راضی بکنه؟ چقدر واقعا در بحث‌های جدی اونها میپذیرن از آقای بایدن که او برنامه‌ای داره برای تغییر وضع اونها؟ به نسبت بقیه گروه های نژادی در آمریکا، سیاه‌پوستا بیشتر از همه همسو هستند با حزب دموکراتیک آمریکا، و این رو هم ما میدونیم که امسال یک در واقع گروهی از مردان سیاه‌پوست به سمت آقای ترامپ متمایل شدند. زنان سیاه‌پوست همچنان با حزب دموکراتیک هستند، اما خب مردان به سمت آقای ترامپ کمی رفتند. چرا میدونیم چرا؟ در واقع میشه گفت که یک جور بازاریابی، یک جور تبلیغ مستقیم برای اونها، یک جور آوردن اونها به سمت خودش. این زبانی که آقای ترامپ انتخاب میکنه وقتی با اونها صحبت میکنه، این که در واقع سعی کردن که دموکرات ها رو به عنوان کسانی نشون بدن که انگار خودشون رو مالک رأی سیاه‌پوستان میدونن، اینها تأثیر گذاشته و تونستن که رأی مردان سیاه‌پوست رو به سمت خودشون جلب بکنن. همون تکه‌ای که در واقع آقای بایدن تو همین سوال و جواب، در واقع کسی که ازش سوال میپرسه میگه که تو به ما چطور نگاه میکنی؟ آیا به ما اینطور نگاه میکنی که ما رأی هایی هستیم که اگر به تو رأی ندیم، کسانی هستیم که اگر به تو رأی ندیم یعنی ما سیاه‌پوست نیستیم؟ چون یک جمله توی همین حدود آقای بایدن قبلا گفته بود، در یک مصاحبه رادیویی این حرف رو زده بود و حالا این رو به روش میاره این پرسشگری که توی این برنامه بود. به هر حال سیاه‌پوست‌ها این رابطه رو همیشه با حزب دموکرات داشتن و حالا و در واقع فشار اونها بوده که باعث شده همین خانم هریس در واقع انتخاب بشه و بپیونده به کارزار آقای بایدن. پیام امیر بگو، ببخشید. دو تا مسئله اخیر هم اتفاق افتاده که توی حداقل چند تا ایالت مهمه. یکی مرگ جورج فلوید هستش که مسئله جان سیاهان مهم است و خیلی دوباره مطرح کرده و خیلی از سیاه‌پوستا دوباره داغ شدن و عصبی شدن، گویی که برگشتن به دهه 60 و دوره مارتین لوتر کینگ که حقشون ضایع میشد. و هم مثلا در جورجا که گفتم خیلی مهم هستش انتخاباتش امسال برای دموکرات ها، جان لوئیس سناتور عضو مجلس نمایندگان که همین اخیرا فوت کرد و یکی از کسایی بود که همدوش مارتین لوتر کینگ در جنبش مدنی سیاهان جنگیده بود، خیلی ها توی جورجا جمله اون رو برجسته کردن، اینکه گفته بود که رأی دادن قوی ترین سلاح صلح‌آمیز شماست. آقای بایدن هم میگه اینجا، بله.
و اینها رو این دوتا هم اتفاقات اخیر هستن. حالا بحث پلیس و بحث تیراندازی و خشونت فزاینده اون که در حسابات زیادش متوجه سیان هست، اینها هم یه جوری گویی به جوش آورده اینها رو، برای همین خیلی هیجان دارند آفریقای تبارها برای این انتخابات. سام می‌خواستی چیزی اضافه کنی؟ من دو تا نکته رو فکر می‌کنم بعد نباشه خیلی سریع بگم. یکی این که در مورد گزارش خیلی زیادی از در مورد این که کسانی که الان دارن رأی میدن پیش از روز انتخابات، در واقع 3 نوامبر دارن رأی میدن، اینها بیشتر طرفداران حزب دموکرات هستند، به خاطر صحبت‌های آقای ترامپ و ایجاد شکی که کرده بود درباره رأی دادن زود هنگام، بسیاری از جمهوری‌خواهان رأی دادن خودشون رو نگه داشتن برای خود روز انتخابات. بنابراین گزارشایی که الان شنیده میشه و دیده میشه در مورد اینکه الان دارن همه میرن به سمت رأی دادن و بیشتر با دموکرات‌ها، و شاید باید با یک مقداری در واقع شوری بیشتری اونها رو ارزیابی کرد و منتظر موند و دید که روز انتخابات اون موقع چجوری جمهوری‌خواهان حاضر میشن. در مورد سنا هم یه صحبتی چون شده بود، من فقط یک چیزی بگم که 4 هست که سناتورهای جمهوری‌خواه داره و اینها به نظر میرسه که دارن به سمت دموکرات‌ها میرن: کارولینای شمالی، مین، کلرادو و آریزونا و 2 دیگه آیووا و جورجیا هم که امیر اشاره کرد. اینها هم دارن به سمت دموکرات میرن، هنوز مشخص نیست توی نظرسنجی ها. 1 هم هست که ایالت آلاباما که الان سناتور دموکرات داره و به احتمال خیلی زیاد سناتور جمهوری خواه خواهد شد. ممنونم از تو سام. یه چیزی هم فقط من یادآوری بکنم که هر دو کمپین، هم آقای ترامپ هم آقای بایدن، دارن سعی میکنن بگن این نظرسنجی‌ها که بعضی از اونها بیشتر اونها الان ممکن است که بگن که آقای بایدن جلو هست، درست نیستن. هر کدوم از اونها هدفی دارن. آقای بایدن طبیعتاً نگران این هست که افراد نرن رأی بدن به خاطر اینکه فکر میکنن جلو هست، و آقای ترامپ نگران این هست که از الان به عنوان بازنده باشه گفته من اگه نتیجه انتخابات غیر از من باشه، من نتیجه رو نخواهم پذیرفت. ممنونم از هر سه شما، خشایار جنیدی، امیر پیام و سام فرزانه، متشکرم و ممنونم از شما که با این ویژه برنامه ما همراه بودید. پادکست برنامه رو میتونید بشنوید روی اپلیکیشن های پادکستتون یا در تلگرام که سام فرزانه به طور ویژه برای این برنامه میسازه. همینطور میتونید برنامه رو روی سایت یوتیوب هم مجدد تماشا کنید. شب روزتون خوش.